که پلاسین پلار کمی غیبی خدای تالا شهید کی اول غازی سم او بیا شهید سم سره د ټول پامیلا سره د ټول مرجوما پد وای چې هغه اسلام آباد اسلام آباد نه دغه انګلیس آباد ده زه پلار ته وایم زمالی به درس وایم د ما وایه دلته درس ما وایه ما وایه درس او پکتیکا کې به ما ویلو مربوط شما میشه مربوط کاکا مربوط ما میشه شکر کاروبار ما میشه هزار بار شکر است به نام خدا بیننده های ارجمند سلام و وقتتان بخیر شما را به گزارش امروز خوش آمدید میگم من زیاد صالحی در خدمت شما هستم و امروز آمدیم که برای شما یک گزارش از منطقه فروشگاه بسازیم و بیاییم برای شما گفتیم امی کاروبار دکانهایی که در فروشگاه به فعالیت آغاز کردن در این باره یک گزارش داشته باشیم که ببینیم کاروبار از اینا چطور است چون این بازار دیگه نو تشکیل بگم شده چون دکانه از این تازه ساخته شد و یک تعداد کسا آمدن دکان گرفتن و کاروبار آغاز کردن نام خدا بیر بارک هم دیگه پس مثل سابق اضافه شده روان است خداوند همه تو همیشه وطن ما را چی میگن جمع هموطنهای ما را جمع داشته باشه و وطندارای ما همگی خوش و خوشحال باشن و این همه تو جمع جوش در بین مردم و هموطنهای ما باشه دیگه امروز بخیر اینمی دکانهایی که برای هموطنان توزیع شد کاروبار آغاز کردن از یا یک چند کلمه پرسان سوال میکنیم ببینیم که وضعیتشان از چه قرار است و کاروبار در این منطقه چطور پیش میره که ما فعلا جای قرار دارم که دست راست ما همیشه سمت چهارراهی آریانا یا فواره او و این طرف هم سرک دیگه مستقیما میره به طرف پل خشتی و ما قرار است که برم به طرف پل باغ عمومی فروشگاه الا پل باغ عمومی برای شما ما امروز یک گزارش میسازم که شما در این منطقه ببینین چی گپ است این آجی صاحب منتظر ماست که سلام 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 جور بخیر تک رسد دخده شاید شکر دسته چنگ شب خیره شکر سلامت نوم دسته ده حمیدالله حمیدالله خان ده کم زی ده زابولیم زابول ولایه او کاروبار چی رده ده کاروبار ده مونده ایت لغه ده بادان راولم خرچوامی یا دلته کا زابل کې زابل راولن دلته کومله ته انجر راوړې دا بادام راولن انجر راولن شکر پاره راولن خرڅوم بردا دکان دا خرڅوي او کاروبار د سرنګي کاروبار شته ولا شي پات کیږي خو او خو شته شته اوس د زابل هم وطنان ټول خید ان شاء الله او ټول شه دي امنیتونه د سرنګي امنیت ډیر شه ده او ډیر امنیت شه په خو موږ نو سر اصله وس راځو اوس اوس موږ آزاد راځو موږ شل کاله بندي وو چې نسی راتلی دلته معامله نسی کولی ما پلار د دوکان 50 کاله کښې په مامزر شای کښې ولې شل کاله بندي وې دلته بندي وو دلته موږ هر ځای اوځي سکرو له موږ پیسې غوښتې بیا هم په روزه کښې زه ګیر کړم ولته طالب یې 15 کاله ما په پلچرخي کښې تېر کړو نو بیا اوس دغه حکومت رالی موږ بېرته د مېوې کاروبار شروع کړی له مخه چټۍ وو سږ کال یې هم بېرته شروع کړی په عمارت خو کار نه کوي په عمارت خو نه وي نه په عمارت کښې نه کوم نه مخصوص هم نه پوهېږي نه یم لږ لږ پوهېږم حاجي صاحب ښه یې جوړې شه چې ښه ده زه پاول ستاسو ټیم نه ده پرسونل تاسو د کوم تلویزیون هغه افغان ویزت د چینل یوټیوب دی ښه مننه کوم د ستاسو د خلکو ته غږ رسوئ د خلکو اواز اوری د خلکو غم او فریاد اوری خو زه د افغانستان په ملت باندې خاص د افغانستان په مجاهد ملت باندې غږ کوم چې دا اوس اسرائیلیانو امریکایانو په فلسطین باندې کوم وحشت و بربریت ظلم استبداد ناروا شروع کړې ده دا په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ده دا د خدای تعالی خبره ده د رسول الله خبره ده د قرآن خبره ده باید موږ په دې کې سهم واخلو ونه ډرسو ونه یېرېږو خوف ونه ګورو او په فلسطین کې د جنت بازار لګېدلی تکړه هغه څوک ده چې په خدای جل جلاله باندې خپل ځانونو په بدل کې جنت کې خرڅ کړي او د امریکایانو او اسرائیلیانو سره چې هر څوک کومکونه کوي هغه کومکونه نه د بایکاټ وکړي او که بیا نه کوي هغه د دوی غلامان دي د هغوی لاسپوجې ګوډاویان دي نو هغه هم څنګه چې امریکا او یهودو نصوارا
او اسرائیل مجرمین د اسلام دښمنان دي، د قرآن دښمنان دي، د لا اله الا دښمنان دي، هغه طرفداران غلامان یم، هماغه شکل باندې د اسلام دښمنان دي. ډاکټر عبدالروف مجاهد جهادیار. ډاکټر صاحب، څه کاروبار اوس؟ اوس خو دا غواړم چې څنګه ځان شهید کړم په فلسطین کې. ته غواړې چې په فلسطین کې شهید شې؟ شهید شم، دغه یوازې ارمان لرم. او د فلسطین مسلمانان څنګه د دې د ظلم ستم نه خلاص کړم، خویندې میندې څنګه خلاصې کړم، او دا خلاصې کړو په اسرائیل کې څنګه د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ ورپوم. زه او زما همکارانو مجاهدین څنګه هلته بیرغ ورپسیږي د لا اله الا الله محمد رسول الله. او زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې فلسطین به ازادیږي، فلسطین به فتح کیږي، اسرائیل به نحوه کیږي، انګلیس، غربیان، اروپایان، امریکا به نابودیږي، انشاءالله اسلام به پیروز کیږي، لکه څنګه چې په افغانستان کې درې امپراتورګریګانې راغلي چې امریکا، شوروي، انګلیس. و د امریکایانو حالات وګورئ، ټول قوت سره مزدوران او نوکران حالات یې څنګه دي. داسې به انشاءالله په فلسطین کې هم نابودیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې نابود شول. او د تاسو نه هم غواړم چې د فلسطین مجاهدینو نه دا دعوت درته درکوم. دا د خودما خبره نه ده، دا د خدای تعالی خبره ده، دا د رسول الله خبره ده، دا د قرآن خبره ده. مالی کومک وکړئ فلسطین سره، جانی کومک وکړئ فلسطین سره، جهاد کې برخه واخلئ، کومک همکاري د البسی د پیسو د لوجستیکي ورسره وکړئ. کینې دا امتحان په موږ باندې راغلی ده، دا څنګه چلته چې موږ په ولاړ یو. والله په بالله په سمت الله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې زه د افغانستان خلکو خدای جل جلاله کون په کون ده، څه رقم یې کړه په یوه دقه کې هرات کې څه رقم زلزله راوسته. خدای زلزلې په اسرائیل او په امریکا هم راوستی شي، خو صرف امتحان کې موږ اچولي. زه په تاسو غږ کوم چې الله جل جلاله ته چې په عبادتونو کې ګران عبادت ده، هغه جهاد فی سبیل الله ده، هغه جهاد فی سبیل الله اسلام له شرق نه غرب نه، غرب نه شمال نه، او شمال نه جنون نه چې راغلی ده، دا په جهاد فی سبیل الله راغلی، په توره راغلی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ده اسلام شرق نه غرب نه، غرب نه شمال نه، شمال نه جنوب ده، په توره او په جهاد رسولی ده. ډیر کوشش وکړئ چې د ارمونو پر کټو امریکایانو، انګریزانو، بیمورو، بیپلارونه ونه ډار شئ. د فلسطین جنگ جګړه او د افغانستان جنگ او جګړه ورته د غزو د خندق جګړه وه. او دا نو خدای دې وکړي، ما درته اعلان وکړه، غږ در باندې کومه، ما غاړه خلاصه کړه. او صبح محترمه چې بیا الله جل جلاله په ورځ قیامت به راونه نیسي، چې د فلسطین په حال باندې خو خلک نه پیدل، ته خو پیدل، تا څه وکړه او په خلکو دې څه غږ وکړه. ما خپل کوشش کوم، انشاءالله یوه دعا ماته وکړئ، یوه دعا ماته یوه دعا ورکړئ راته ټول، یوه دعا چې د فلسطین په لاره کې مې غیبي خدای تعالی شهید کړي. اول غازی سم او بیا شهید سم، سره د ټول فامیله، سره د ټول ماشومه، په درې دقو کې سړی هر څه سره حساب کتاب شته. شهید چې ده شهید سره هېڅ حساب کتاب نشته. اوله دقه، دومه دقه، درېمه دقه کې جنت ته داخلیږي، مخکني وروستني ګناهونه ورته معاف دي. او شهید ته ګوره روزي را روانه ده. شهید مړ نه ده، شهید ژوندی ده. شهید په هغه څه باندې، شهید په خاور نه شهید کیږي، په وطن نه، په اسلام، په لا اله الا الله باندې چې شهادت ورکول کېږي، هغه په لا اله الا الله او په اسلام ورکول کېږي. شهادت صرف په اسلام ده. خدای جل جلاله دې د امریکا، ناټو، یهود، نصران، روسان، کمونستان، د اسلام او د لا اله الا الله دښمنان، د مسلمانانو، د فلسطینیانو دښمنان، او د پاکستان دغه مردود اداره چې اوسي د افغان مهاجرینو سره کوم وحشت او بربریت راخیستی، دا د انګلیس اصلت کې پاکستان کې چې کومه خبره کیږي، وای چې هغه اسلام آباد ده، اسلام آباد نه ده، هغه انګلیس آباد ده، چې اوس د افغانانو پیسې قید کړي، سرمایه قید کړي، کورونه ترې واخشه. د پاکستان دښمن ته، د افغانستان ملت ته ډېر ژور او ډېر لرې او اولادونو ته وحشت وکړئ، دې دښمن ته ډېر متوجه اوسېږئ. ډاکټر عبدالروف مجاهد جهادیار، ستاسو یو کشر ورور، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، باز نعره تکبیر.
خدای سلامت باشه. دا بیا چه وقت تصویب کی ان شاء الله؟ نن شپه. کوم ته د بجې. کوم ته ویزو نه کی؟ چینل یوټیوب دی افغان ویزت. او ټول کی؟ کله نه ای اج صاحب. سو کله نه ای؟ ام م امریکا وهلې. ام انګلیس وهلې. ام شوروی وهلې. نا ټو مم لمنځه وړي. نا ټو مم لمنځه وړي. بری الله اوسې اج صاحب. هغه دا ته دا نمبر خو ما ته وه مبارک چي. بیا کله کله د سره هغه کیګو. موږ په خدمت کې یو. د پاکستان غږ څنګه وو؟ صحیح وو که غلط وو؟ بیخي برابر وو. خو تاسو د شي غږ تاسو نوم مبارک؟ ضیا صالحی. ضیا صالحی د کوم ځای څخه؟ د افغانستان. افغانستان کې د کوم ځای؟ د ټول افغانستان. بیا ټول افغانستان کې د کوم ځای؟ کاپیسا ولایت. ماشاءالله ماشاءالله. بیا هم سره کاپیسا هم تر خو مې ډېر انډیوالي ده، ډېره ډوډۍ ده، هلته مې ډېر نمک خوړلی دی په تګاو کې، په استان کې، الاسای کې. نو ځکه ډېر درته احترام لرم چې هلته مې نمک خوړلی دی، نمک خوړلی. نور دا نشر کا او انټرنیشنل ته ورکا، انټرنیشنل ته ورکا او په ټول جهان باندې. او زه یوه خبره بیا کوم چې د امریکایانو غلامانو سعودي لاسپوڅي حکومت د امریکا غلام هیڅ نشي ویلی. د پاکستان حکومت په نامه تش په نامه اسلام ده، په منځ کې انګلیس ده، په ظاهره اسلام ناری وي. دا ډیر خطرناک کفر ده، دا ډیر خطرناک انګلیس ده. نو تاسو د ټول امریکایانو، یهودو، نسواراو، اسرائیلو غلامان چې په نامه د مسلمان د قیافه کې ده، یوه دعا وکړئ چې خدای چې نیست و نابود کړي. او بیا خدای موږ ته توفیق، خدای پاکه موږ ته توفیق راکړي چې په تور او شمشیر جهاد باندې د خلکو سرونه قطب کړو، ختم کړو، او مسلمانان د دوی له غلامۍ نه خلاص کړو، ازادي راولو. افغانستان رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مجاهدینو حرکت وکړ، حرمان شریفان په لزر مجاهدینو پته کړ. په څومره باندې؟ لزر مجاهدینو باندې. اکه په سوال کېدی لا ابو جهل، لا ابو لهب نه رسول الله ډېر دعوتونه ورکړل. په سوال کېدل چې حرمان پرې کوي، خو په جهاد وسو. څومره جهاد لزر مجاهدینو له مدني منورینه راغله، مدني منورینه راغله. تاسو جنگ یهود وګورئ، تاسو غزوه خندق وګورئ، تاسو د جنگ بدر وګورئ، څنګه چې هغه څه کومکونه الله جل جلاله د جنگ بدر ته ملایکې راولېږلې د جبرائیل امین سره، داسې به افغانستان ته هم، دغسې افغانستان ته هم ملایکې راولېږلې. فلسطین ته هم رالېږي، پاکستان مجاهدینو ته هم رالېږي، د عرب مجاهدینو ته هم رالېږي، د مصر مجاهدینو ته هم رالېږي، د عالم اسلام مجاهدینو ته رالېږي. مجاهدین ان شاء الله په خدای چې ګران دي، ګران دي، ګران دي، هغه مجاهدین په سبیل الله دي. خدای دې موږ په واقعت سره، په صحیح مانو سره مجاهدین جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هر چیرته چې وي امریکا، ناټو او د دوی مرتدین ملګري، زیره خواره که روسان دي، که چینایان دي، که امریکایان دي، که مرد آباد. او که چیرته زموږ تر تورې لاندې راغلو، هر چیرته چې وو مالته به یې قتلوو، مرداره وو به او لمانځه به وړو. خوښ هم ده جهاد د دوی په مقابل کې کوئ؟ جهاد د عالم اسلام، جهاد په ټول کفارو باندې چې چیرته ده، یعنی چې کولو ته اراده او وخت پیدا کوي، جهاد ته اماده یاستئ؟ جهاد ته ځئ؟ زه به د تاسې د جهاد یو اشپز یمه، چی به یمه اشپز تاسو ته به دیګی پخوم. خو تاسو جهاد ته و، دا ډېر لویه ګټه ده چې تاسو ته خبره کوم، ډېر لویه ګټه ده. پکې دومره ګټه ده، هوج ګټې درته نه معلومېږي چې کله خبر ته کته کی خاورې در سره واړئ، خلک درنه راشي. د دې جهاد او د ماجې خبرو کرامت هلته معلومېږي چې دې سړي څه وویلې او څه ونه ویلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جان نمبر نمشته کنی؟ آه منجا هستم، نمبر نام نوشته کنم. باش که نبرتا نامم نوشته کنم.
خب دوستا، ماما بسیار احساساتی شده بود و فراخوان جهاد علیه اسرائیل هم از همین جای داد بر مردم و یک تعداد کسا را صدا کرد که بیاین به جنگ فلسطین بریم. خب قضاوت گپای حاجی صاحب بر شما عزیزان میسپاریم. شما چه قضاوت میکنین؟ نگه ما چیزی گفته نمیتونیم در این باره. هر گپی که هست قضاوتش با دست شما هموطنا و دوستا و عزیزا میمانیم که شما در باره دکتر صاحب بگیم یا حاجی صاحب بگیم، هر قضاوتی که میکنین خودتان میفهمین. خب بعضی گپای دیگه را گفتن در رابطه با دولت پاکستان که علیه مردم افغانستان کارهایی را که انجام دادن، مردم افغانستان از خانه و روز و روزگارشون کشیدن، کسایی که سرمایه گذاری کرده بودن، کسایی که خانه داشتن و تمام آن چیزهای خود اونجا مانده و خستن، مجبورشون ساختن، کشیدن آمدن افغانستان. خب از این که هر هموطن در وطن خود باشه خب گپ بسیار خوب است، ولی این که همچی یک ظلمی را دولت پاکستان علیه مردم افغانستان روا دارسته، ای باید پرسان شوه و یه قد سرمایه مردم، یه قد زحمتی را که مردم کشیده اونجا هیچی میشه، هی سر از این یک توجه شوه و مهمتر از این که فعلا در این شرایط که حال فصل سرما هم نزدیک است و زمستان آمد آمد زمستان است، هوا هم سرد شده روان است، شما هم وطنا و دوستا و عزیزا هر چی در توان دارین همراه مهاجرین که از پاکستان آمده از همکاریتان دریغ نکنین و خلاصه از نان و آب شروع تا غذا و تا لباس تا هر چیز دیگه که شما میتونین برای این هموطنا کمک کنین که نگذارین که خدای نخواسته فصل سرما سر مردم ما، سر هموطنای ما فشار بیشتر بیاره که خدای نخواسته باعث از بین رفتن کسی شود یا خدای نخواسته باعث تلف شدن یک هموطن شود. دیگه ایره ما و شما بیاین دست به دست هم بتیم، نگذاریم که مهاجرین ما که دردمند هستن از خانه و روز روزگار خود کشیده شدن و آواره شدن، نگذاریم که این آوارگی زیادتر فشارشان بتا و از وطنم دلشان سرد شوه و از وطنم دل سرد شون و ای احساس نکنن که در افغانستان مردم در روز بعد دست یکی دیگه خانه میگیرن. بین دست به دست هم بتیم، این هم وطنای ما را هم هر چی که در توان داریم همکاری کنیم. خب بر صورت دوستا اینجا دیگه کاروبار جریان داره در دوکان ها و کسایی که کاروبار آغاز کردن دوکان ها را از امو طرف کاروبارشان دیگه شروع است تا به خود پل باقومی که هموطنا و دوستا مصروف کار هستند، یک تعداد دوکان ها هنوز هم مانده که تکمیل شود تا اینکه کاروبار را شروع کنند. آیش سر مانده نباشین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ زدتان خوب قراریست؟ خیر خیرات. شکر. چی کردین بخیر دوکان را؟ بس این دوکان را بخیر ترمیم کردیم، جور کردیم، انشاءالله دیگه هم جور میشه. چی جور میکنین اینجا؟ این دوکان بود بروشی جور میکنیم. بروشی؟ آه جار خوب. چند کرایه میتین از اینجا؟ این ما خود نجار هستیم، با کرایه داده 20,000. 20,000؟ موقعیتش خوب موقعیت است، شاید پوره کنن. انشاءالله پوره میکنه، خدا مهربان است. از این دست خدا است. شما نجار هستین؟ ها میجا یک مایه کنم. شما جور کردین فکر کنم. ها میرم جور کردیم. نام خدا خوب اساس جورش کردین. توکل به خدا. چند سال میشه نجاری میکنین؟ از من تقریبا 35 سال. 35 سال. دمی کسب نجاری دمی 35 سال چه خاطره خوب داری؟ بس همین خاطره خوب است که من 35 سال ما کار میکنم، به خاطر لقمه روزی حداقل پیدا میکنم. به شک والا. این هم پیدا کردن روزی حلال خودش یک کلان افتخار است. شاگردم خود داری؟ بچه ماست. بچه تا است؟ دو نفر کار میکنی؟ دو نفر است. ما اینجا 35 ننه را جور کردیم. همینجا؟ خیلی خوب است کاروبار خودت خوب است این روزا. شکر است الحمدلله. شکر است. بخیر باشین. شمی سلامت قربان تان. خداحافظ. چطور است بیادر دکانداری؟ اجازه خواست؟ سلام. مونده نباشی، خوب هستی، صحتمند، تراریست. چطور است فروشات، چطور است کاروبارتان، چطور است اینجا کرای دکان پوره میکنین نمیکنین؟ خوب است شکر سوال خوندم است. کرای دکان اگر زره مشکل میباشه نه زره من یک هفته میشه گرفتیم. اکثرا دکان ها دیگه یک هفته در روز آمدن به کار شروع کردن. یک هفته کلگی نام آمد از یک سر جاب فروش بیت فروش سیم سر فروش. اینال خوب است یک نظم هم به وجود آمد نه؟ یک ذره پاک سابق بود کراچی ها پس پیش استاد میکرد، رای موتر هم نبود، رای تیر شدن آدم هم نبود. حالا یک نظم خوب است نه؟ حالا یک از وقت کده خوب شده بسیار. چه قبل وقت میشه در اینجا هستی؟ از من دو هفته شده. نه قبلا نخوب بودید حتما؟
نه دو هفته میشه گرفتیم دکان نه گرفتیم. قبل از دکان اینجا کار نمیکردیم؟ نه کار نمیکردیم وقتی جا باشیم. میتونه هر کسی بیا اینجا دکان بگیره؟ آه میتونه چرا نمیتونه؟ شاید گرفته باشن دیگه. آه گرفته باشه دیگه یک چیزش خالی است یک چیز رو مردم گرفته. حالا خالی مونده. حال خالی مونده یک اینجا شد دکان شد دکان خالی مونده. چند کرایه میتی؟ ما 20,000. کلش 20,000 است؟ 20,000 نه بیش خرق میکنه. خب الان خرد باشه واسه فرق میکنه. الان داره که 20,000 میته 25,000 میته 30,000 میته. آره خب. نظر بم دکانش. نظر به دکان خرد کلان داره نه دکان. یک هفته چطور بود کاروبار چطور گذشت؟ خوب است شکر است مگذره هرچی روزمره روزه خوب میشه؟ هرچی روزمره مره صد به صد برو شکر آیسته آیسته خوب میشه دیگه پس هم جمع جوش سابق میای بخیر بخیر نام چی است؟ ننگیالای ننگیالای موفق باشی خب اینال ساخت و ساز شد و علیکم سلام چطور هستی؟ شده است پکتیکا پکتیکا؟ نام چی است؟ نام جلیل جلیل؟ از پکتیکا آمدی؟ پکتیکا خرانه کور شیره ده؟ پکتیکا کی؟ دلتا دلتا کورتا ده کورتا ده؟ سو نفری؟ او نفره او نفره؟ لفامیل نه لاندیوالان نه؟ پلار مره اثرات پلار در سره ده؟ این از پکتیکا آمده به خاطر کار کردن تو ولی درس نوایی؟ درس می پلار نره تو وای زو پلار تو وای زمالی با درس وای ده ما وای دل تو درس ما وای ما وای درس؟ آو پکتیکا که با ما وایلو مکتب وای؟ ری با ما مکتب وایلو پکتیکا که اوز خو مکتب دی؟ اوز مکتب نوای پلار را تو وای مکتب وای این دوستا شما خودتون قضاوت کنین یک پدر در حق اولاد خود همچی یک ظلم هم روا می داره این بسیار یک ظلم است واقعا وقتی که یک پدر اولاد به دنیا میره وقتی که یک پدر عروسی میکنه ازدواج میکنه اولاد به دنیا میره مسئولیت داره که از اولاد خود سرش باید زحمت بکشه درس بخونه تعلیم کنه سرش تا اینکه آینده خودش هم شوه و آینده وطن و افغانستان شوه ولی متاسفانه خیا کاربار دست رنگه دی؟ کاربار رو گزاره کنی کار با گزاره بی؟ نم دستی جلیل جلیل اوز چی رزی؟ اوز زم دای چکر من بیر دا بیاده رزو تر صبح جه پوره کار کبی؟ تر ماشام پوره تر ماشام پوره زه خدای پامان خدای پامان موفق سلام لالا چطور هستی؟ ساعتت خوب جان جور قراری است؟ یعنی چه خوب لباسک های زمستانی را وردی؟ تفلانه از در کلنه؟ چطور از کاروبار فروشات؟ خوب است شکر زنده باشه ناس میگ زرده چه قوا شد دکان از جور کردین؟ دکان دو هفته میشه یک دو هفته شد دیگه خب فعلا افتتاح نشده که کاروبار سامنه خب بازار افتتاح نشده؟ بازار افتتاح نشده ناس اول مردون کاروبار شروع کرده میگه افتتاح نشده کردن خب بازار افتتاح نشده نام و چیز نداره نه خب نام نداره فعلا یک نام برای انتخاب میکنن ها نام انتخاب کنن دیگه باید بازار رونق میگیره نه دو هفته باز کاروبار چطور پیش میره خوب است شکر خدا میپره روز به روز خوبتر میشه یا خوبتر میشه دیگه مشتری جذب کردم میریم فعلا دیگه نال مردم رفت آمدش باز شد این طرف دیگه باز رفت آمدی نمی گاد می باشه دیگه یک روز کار یک روز نیست فعلا وقت است که پیش از تا که افتتاح شد ما مشتری جذب کنیم مشتری که جذب وقت مشتری جذب کردن مشتری جذب کردن است این جنس ها را یک ذره قیمتا را پایین بیارین که مشتری ها بیان بخرن چند است باز فرق میکنه هر بچگانه و دختران خب هر سیتک هاست این بچگانه سیتک چند هست؟ این قیمتش میای 5.5 افغان این هم بچش قیمت میتونه نه خیر نه خوب سیتک هست این هم بس اینجا دو تکیش دارن که قیمتش میای 3.5 افغان خب نام چی هست؟ عمران عمران مکتب ها میری؟ ها میرم سم چند هست؟ 11 این تقریبا خلاص کرده خلاص هست بخیر ها امسال کدام تایم میری باز؟ تایم صبح میرم از شش امروز رفتی؟ رفته بودم اول آمدیت من اول آمدیم بسیار خوب موفق باشیم رانجا زنده باشی سلامت قربان تشکر خوب است لالا الحمدلله شما خوب است الحمدلله سلامت باشید در کدام هتل کار میکنی رستوران اینجا جاوید رستوران سمنگان یا سمنگان است خب چی دارین باز کباب دارم کباب مرغ کباب شامی قابلی برگرم کرایی چیپس مشتری خودتون دیگه این دکاندار است همین دکاندار مشتری خودم است قطعه مارکت قطعه مارکت امید مارکت امید مارکت خوب هستین شکر سلامت چه کار کار میکنی مش تقریبا یک 5-6 ماه میشه 5-6 ماه میشه چیزی کار نیست برای شما بیان سلامت بخیر باشی برو کس کار نمانه بیان برون بخیر خدا حافظ خدا حافظ
خب دوستا ما هم آهسته نزدیک شدیم به پل باغومی، متوجه باش انصار جان، به پل باغومی نزدیک شدیم و اینجا یعنی یگان کسایی که کراچی داشتن سابق عالم دیده میشن. سلام، خوب هستین ساتمان جان تانجور؟ شما خوب هستین؟ ساتان خوب است؟ اگر اشتباه نکرده باشم یک دو سال پیش هم رای خودت صحبت کرده بودم. در کجا؟ همینجا. نه صاحب، من نه آمدیم. نه آمدی؟ مقصد چهره تاشناس والا. من با در چاک بودم صاحب. در چاک بودی؟ چی کار میکردی اونجا؟ همین کسب ما بود. خب همین کاروبار بود. حال اینجا دکان گرفت؟ حال اینجا دکان گرفت. تنهایی گرفتی یا شریک؟ نه فعلا خب تنهایی استم دیگه. حال نگفتی که دکانم شریک کنیم؟ آه دیگه. چطور است کاروبار؟ چطور پیش؟ شکر خداست میگذره. مرچ و مساله است و دیگه؟ از خود دیگه رقم چیز است تقریبا مرنگی موی خانه بگم گفته میشه. هم یونانی فروشی است؟ هم یونانی فروشی است جانا. چی فروشات داره در روزا باز بیشتر؟ ما سب دیگه اینه مرچ سیاه است و زیره است و بادیان است، جوانی است. جوانی بادیان خودم هر وقت خرید داره. دونم هر وقت دونم که دل دردم میشه میگه بیار جوانی بادیان. نام چی از بیادر؟ میرالی سیب. میرالی، در چوک چقدر وقت کار کردی؟ چوک ما تقریبا 14 سال بودیم. 14 سال؟ والا 14 سال هم یک عمر است. آه سیب. مشتری را بجه ایلا کردی؟ آه شکر اونجا است ها میرن بچای دکان است هم اونجا؟ دکان است ها کسی دیگه است فیلن؟ بچای کاکا است ها جانا. برو خوب است، مقصد یک نفر که باشه باز مشتری هم جای نمیره. آه دیگه نه جای نمیرن. اینال دیگه اینجا مشتری جدید میگیری؟ آنها به خدا دیگه. چطور از باز کاروبار در بازار چطور است فعلا؟ خدا است میگذره. شروع شده کم کم؟ کم کم شروع شده. رفت آمد مردم خیانت؟ رفت آمد مردم شروع شده. ما جانا تا چند بجه بازی بازار باز نیباشه؟ خدا است پنج و نیم شش بجه رستیم. برق هم دارین اینجا؟ برق فعلا اون کیبلایش آمده دیگه، تا نوز شد تا میخوره افتر بخیر بیایه. برقش هم هنوز تاله نه نرسیده؟ کش شده کیبلا رسیده، میخواد خودی برق نامده تا اون برقش هم یک هفته دیگه تنظیم میشه انشالله پناه بخدا. خب واسه دکان که برق نباشه مشکل است نه دیگه. برقی باشه باز تا آخره شب هم کار نمیشه. دیگه بشینیم مجبور است دیگه چی کنیم؟ نکنیم نمیشه. نمیشه نه دیگه. اولادا چند تاست؟ از مال خدا یک سه دانه است. اول ما گفتم میگی شش تا. نه سه تا بود. موفق باشی بیادر. باشی سلامت قربانتان. خداحافظ. افغان وزید کانال یوتیوب است. سلام علیک. علیکم السلام. کاکا چی حال دارین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین انشاءالله. شکر. چطور است کاروبار کاکا جان؟ خوب است. بگذره شکر است. کار میکنه نمیجه یا تو ششتین؟ ما هم تو بیکار شدیم. خب این مربوط شما میشه یا مربوط کاکا؟ مربوط ما میشه شکر، کاروبار ما میشه هزار بار شکر است. شکر شکر. چه قوا شده می پول باغومی است؟ ای پول باغومی بچم خودم هستم از پنشیر. فعلا خانه کرایه دادم 28 سال شده می جستم. 28 سال. 28 سال میشه می جستم، بچکای ما است، از خدای خود راضی هستم میشه. خدا را شکر. دیگه ممانعت هم نیست برام. هزار بار شکر است. شاروالی میاد اگر یکان گیر بار می باشد دیگه می باشم یکان کراچی مراچی رو میارم و قدر فامیلی می برم. واقعیت دیگه کدام چیزی نیست، هزار بار شکر، آرامی هست، امنیت هست، کدام گپی نیست. فضل خدا خودت راضی هستی؟ راضی هستم از خدای خود، راضی هستم از کل چی، راضی هستم، هزار بار شکر است. خیر باشی کاکا، مثل که رفیقت باشه. اینجا بچه کاکای ما اومدم یک 5 دقیقه اینجا میشینه با میره. پنشیر اومدن که؟ نه همیشه از خانه شم میجاست. خانه اینجا. خانه اینجا. یکان چکر پنشیر میرین؟ میریم خدا خیر بیاره شهر، نه یکان خیر شهر باشه میریم، چرا نه میریم. تو وقت باید بری دیگه. آه بخیر باشی بچه. بخیر باشین، سلامت قربانتان. بخیر باشی. خداحافظ. خداحافظ. ایر دوستان ما هم رسیدیم سر پل باغومی و این طرف ما مجره منزله است و این طرف هم پشتنی بانک است. دیگه این بود گزارش و برنامه امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا
تا برنامه و گزارش بعدی که ما در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم باش که اینکار بزنم که آفتاب است. هر یک شما عزیزان به خداوند یکتا میسپارم، شاد و موفق و کامگار باشین، خداوند نگهدارتان باشه، حمایتتون فراموش نکنین و منتظر هر نوع انتقاد، پیشنهاد و نظر نیک و سازنده شما هستیم. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.